سلام، توی این ویدیو میخوایم نشون بدیم که ADO.NET Disconnected Architecture چجوری کار میکنه. اگه یادمون باشه ما به یه دونه connection string احتیاج داریم که از web.config میاد و یه connection object که اولین چیزیه که باید درست بکنیم و از اونجا میریم به یه data adapter connection object رو پاس میکنیم به یه دونه data adapter و آخر سر هم میدیمش به یه دونه data set که اپلیکیشنمون میتونه ازش استفاده بکنه. حالا میریم توی Visual Studio ببینیم اینو چجوری implementش بکنیم و کودش بکنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینو connection string که از web.config میخونیم. تو ویدیوی قبلی دیدیم که اینو چجوری بخونیم از web.config و بعد یه دونه SQL connection درست میکنیم که stringمونو بهش connection stringمونو بهش پاس میکنیم و openش میکنیم که به database وصل بشه. ولی اینجا درست مثل همون connected architectureش فرقی نمیکنه SQL command درست میکنیم. ما اینجا یه دونه تیبل داریم به اسم messages و تیبل messages رو اینجا select میکنیم، همه رواش رو میخونیم و از طریق این my connection که این کامندمون میشه اسمش message command. بعد یه دونه SQL data adapter درست میکنیم که مسیج کامند رو بهش پاس میکنیم و بهش میدیم و آخر سرم یه دونه دیتا ست درست میکنیم. این دیتا ستمون به همین ادپترمون وصل میشه. چجوری؟ به این شکل دیتا ست رو پاس میکنیم به ادپتر و اسم اون تیبل رو اینجا بهش میدیم. این هر اسمیه که میخواییم میذاریم، اینجا هیچ فرقی نمیکنه چی باشه. و توی دیتا ستمون که از تیبل های مختلف درست شده و اینا فقط همه توی مموری هست، هیچ ربطی به دیتابیسمون نداره، ما از دیتابیس دیتامون رو گرفتیم و یه تیبلی توی دیتا ستمون درست کردیم به اسم مسیج تیبل و میتونیم تیبل های دیگه هم درست بکنیم که حالا نشون میدیم چجوری. و بعد اینو به گرید ویومون وصل میکنیم. اینجا همون مسیج تیبلی که اینجا درست کرده بودیم تیبلش رو میخونیم از دیتا ستمون و میدیمش به گرید ویو. حالا رانش میکنیم ببینیم که یا میزنیم get data و اون تیبلمون رو اینجا برامون دیسپلی میکنه از طریق دیتا ست. حالا ما میتونیم بازم داشته باشیم، بازم تیبل های مختلف داشته باشیم. بنابراین من اینجا یه SQL کامند دیگه درست کردم که این دفعه یه تیبل دیگه همون رو خوندیم به اسم users و دوباره همون کانکشنمون رو بهش پاس کردیم و یه ادپتر دیگه درست کردم به اسم user adapter که کامندمون رو بهش میدیم و حالا هم ادپتر داریم هم کامند. بعد دیتا ستمون همون دیتا ستی یه دونه فقط احتیاج داریم اینجا، برای اینکه میتونیم دوتا تیبل رو بذاریم توی یه دونه دیتا ست و یه اسمی بهش میدیم به اسم user table که اینجاست. این هم یه اسمیه که هرچی میخواییم میتونیم بذاریم. ولی دیتا ستمون اگه دقت بکنید همون دیتا سته، فقط الان دوتا تیبل داره به جای یه تیبل و اینو حالا دیتاشو میخونیم و میدیمش به grid viewمون. چیزی که باید توجه بکنیم اینه که کار اصلی که انجام میشه از دیتابیس دیتا رو میخونه و کانکشن رو میبنده، چون این disconnected architecture دیگه از این به بعد اینجا دیتا رو وقتی خوند و گذاشت توی دیتا ستمون دیگه ما به کانکشنمون احتیاج نداریم. این کانکشن دیگه بسته شده و ما میتونیم فقط از با دیتا ستمون کار بکنیم، احتیاجی به دیتابیس نداریم اینجا. و اینو الان رانش میکنیم. حالا باید تیبل یوزر هم برامون بخونه. میبینیم که اینجا تیبل یوزر هم بهمون داد. هر دوشون توی یه دونه دیتا ست این دوتا تیبل قرار دارن. و یه چیزی که خیلی مهمه در disconnected architecture همچون که قبلا هم توضیح دادیم اینه که ما دوتا لیر داریم اینجا الان. یکی لیر دیتا اکسس لیرمونه که در 3 tier architecture یا architecture های سلایه نشون دادیم که چجوریه. ما اینو میتونیم قشنگ الان از اینجا در بیاریم و بذاریم توی دیتا اکسس لیرمون به جای اینکه توی پرزنتیشن لیرمون باشه و بعد فقط دیتا ست رو
پس بکنیم به پرزنتیشن لیرمون، به هیچ چیز دیگه ای، به هیچ کانکشن هیچ چیزی به دیتابیس احتیاج نداریم. دیتابیس این دیتا سیت کاملا دیسکانکتد از دیتابیسمون، بنابراین میتونیم هر جور که بخوایم این دیتا سیت رو تغییر بدیم، تیبلاشو عوض بکنیم، تیبلاشو پاک بکنیم، دیلیت بکنیم یا تیبل بهش اضافه بکنیم و توی پرزنتیشن لیرمون که این قسمت هست ازش استفاده بکنیم. بنابراین 3 tiered architecture به وسیله disconnected architecture اینجا میسر میشه. در ویدیو بعدی نشون میدیم که چجوری همه اینا رو توی 3 tiered architecture بذاریم و اینا رو از هم جدا بکنیم.